بسم الله الرحمن الرحیم محمدی هستم از اندیشکده طلو به ریاست سرور اجمن و نخبه توانا جناب آقای سید منصور محمدی موضوع این برنامه آموزش اقتصاد به صورت کلان یعنی نگاهی و دیدی که ما میتونیم از اقتصاد داشته باشیم باید چگونه باشه اقتصاد سوئیس لنگرگاه و ثبات اقتصادی جهان یه نگاه به اقتصاد سوئیس کنیم تا ببینیم چگونه کشورها رشد اقتصادی می پیدا می و این رشد رو بتونیم برای کشورمون حداقل بر مقام بیاریم یا دیدی بدیم که باید چگونه دید داشت و تفاوت کشور ما با اون کشور رو مقایسه کنیم همان هم, هم میدونیم که از لحاظ رشد اقتصادی خاور میانه رو زیاد به حساب نمیارن اما اگر ایران بتونه ثبات اقتصادی رو در خاور میانه به وجود بیاره به دلیل وجود نفت گاز و سایر موارد انرژی بزرگترین اقتصاد میشه یعنی یکی از اقتصادهایی که بسیار بزرگه به خاطر همین اول باید ببینیم رشد اقتصادی ایران خودش چگونه حاصل میشه در این برنامه میخوایم سوئیس رو توجه کنیم بهش و در اول لازمه که بدونیم که در مورد پول سوئیس فرانک سوئیس اینکه شما هر دارایی دارین زمین خونه ماشین پول همه رو تقسیم بر نرخ فرانک کنید در واقع اون مقدار دارایی دارایی واقعی شماست اگر مثلا تو بانک ها پول هستش کل بانکدارها پول رو تقسیم بر نرخ فرانک سوئیس کنن اون مقدار پول پول واقعی است و در و ما به ازای اون اگر وام داده باشن کسری پول به وجود میاد براشون این دو نکته رو داشته باشید همچنین اگر فرانک سوئیس مثلا بخواید تورم زدایی کنید الان مثلا 50 درصد تورم زدایی کنید یعنی ارزش پول ملیتون چقدر کلا میاد پایین با فرانک سوئیس انجام بدید مثلا دلار اگر 28 درصد تورمش بره بالا نسبت به فرانک میاد پایین شما این رو هم توجه کنید پس اینقدر رو از فرانک داشته باشید و بریم روی بحث سوئیس به صورت پادکست سوئیس کشوری که از سال 1815 وارد هیچ جنگی نشده است برخلاف کشور ما که دائما در حال جنگه و جنگ رو از یک طرف تحمیل میکنن و از یک طرف دیگه ما بدون مدل خاص در کشورها یک ارتباط جامعی رو نتونستیم پیدا کنیم و دشمنان زیادی هم داریم چهل درصد از درآمدش را از طریق فروش ساعت تمیم می کند و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است خب شما میدونید به اندازه پول نفت ما اینو ساعت می و سلبریتی های بزرگ جهان از اون استفاده می کنند و درآمد کشورش رو بسیار زیاد می کنند و اون کشور و سلبریتی ها به نوعی تبلیغات گسترده سوئیس ساعت های سوئیس رو انجام میدن پس می بینید که سلبریتی ها چگونه میتونن درآمدزا باشن و برای ایران هم چگونه میتونن سلبریتی های خارجی توریست بیارن و در کشور بیارن و یه قراردادی بسته بشه و این با سلبریتی های داخلی و فوتبالیست های داخلی باعث تنوع بخشی بشه شما به کام رو هم میبینید که برای قطر 150 میلیون دلار میگیره تبلیغ میکنه و بیش از اون برای اون کشور میاره برگردیم به سوئیس این کشور به دلیل امنیت بالا مخصوصا در زمینه سرمایه در دنیا شهرت داشته و خوشنام است مقصد امن تمام سپرده های دنیا بانک های سوئیس با پیشرفته ترین سیستم بانکی است. سوئیس به خوبی توانسته از پتانسیل های خود استفاده کرده و مشتریان را مشتریانش را در بازارهای جهانی راضی نگه دارد. یعنی به نوعی سیستم بانکی رو هم بسیار براش کارآمده. یعنی تمام پول های ایران رو هم میبینی بخش اعظمی اونجا هستش حتی لو هم نمیده. در این پادکست قصد داریم اقتصاد این کشور که مبتنی بر 7.5 میلیون جمعیت هستش رو تا 9 میلیون برای شما تشریح کنیم و بخش مختلف آن را از نزدیک رسد کنیم صنایع مهم در اقتصاد سوئیس گذر از سنتی به صنعتی سوئیس از کشورهای معتبر در تولید کالاهای با کیفیت است همین موضوع باعث شده که با وجود اینکه ارزش فرانک بالا بوده و رقابت بین المللی روز به روز تنگاتر می شود سوئیس بتواند جایگاه های خود را در بازارهای جهانی حفظ کند این جایگاه تنها با رفتار مناسب با مشتری حمایت از تلاش های فنی و بیشترین توجه به کیفیت کالا به دست آمده است با توجه به آنچه گفتیم شاید بد نباشد نگاهی به صنایع این کشور انداخته و با سازگار آن بیشتر آشنا شویم خب شما میدونید که برای اینکه تا مثلا استرالیا رو هم نگاه کنید با سوئیس برای اینکه بتونن ماشین ماشین و صنایع ماشینی خوبی داشته باشن کشاورزی خودشون روش میدن و کشاورزی رو روش بدن صنایع نساجی با در کشور قوی بشه میدونید قبل از ایران صنایع نساجی قوی بود بعد از جمهوری بعد از قبل از جمهوری اسلامی یعنی دوران پهلوی صنایع نساجی قوی بود بعد از دوران پهلوی صنایع نساجی کلا خوبی و اون صنایع نساجی که داشتش رو همه رو رو از بین بردن خب میدونی چرا چون صنایع نساجی از روی دانه های پنبه که به دست میاد دانه های پنبه برای خود روغن به وجود میاد این روغن خودش حالا صادراتی داره و از اون دانه ها برای نخریسی و سیستم پارچه استفاده میکنن و کارخونه های فراوانی روش میکنه این کارخونه نیازهای متعددی داره برای سرمایه گذاری کالاهای صنعتی یعنی ماشین های صنعتی و این ماشین های صنعتی در کشوری ساخته نشن اون کشور از لحاظ کشاورزی و صنایع ضربه میبینه به خاطر همین این مباحث مهمه پس یکی از دلایلی که کشور ما پیشرفت نمیکنه از لحاظ اقتصادی جاهای مختلفی خیلی پیشرفت کرد همون اقتصادی که همگان مثلا مینالن درست هم هست ولی جاهای رشد زیادی داریم بعد بر شما این مفهوم رو هم تشریح میکنم اما سوئیس صنعت ماشینالات یکی از بزرگترین بخش های سوئیس است به طوری که 45 درصد صادرات و 44 درصد کل کارگران کشور به این بخش اخت... اختصاص دارد این بخش در ابتدا برای حمایت صنعت نساجی گرفته گرفت ماشین ماشینالات پیشرفته لازم را برای آن تولید کرده و در اختیارش بگذارد به دیگر سخن گذر صنعت نساجی از مرحله سنتی به صنعتی توسط صنعت ماشینالات ممکن شد امروز صنعت ماشینالات نساجی سوئیس در رده دوم جهان قرار گرفته و دارای تولید و شغالزایی بالا در اقتصاد این کشور است ظهور خط آهن و کشی های موتوردار نیز به رشد این بخش کمک کرده است خب شما میبینید اینا رو داخل ایران داریم ولی در سوئیس تورم به وجود نمیاد ولی اینجا به وجود میاد ولی چون صنعت نساجی و ماشینالات کشاورزی رو خودمون نداریم و اگر هم داشته باشیم به صورت تراکتور یا چیزهای دیگه هنوز نتونستیم اون رونق اقتصادی رو بدیم به دلیل موارد دیگه شما مثلا میبینید مثلا ماشین سازی داریم درست ایران خود رو سایپا داریم ولی میبینید ماشین های خارج کشور رو داخل کشور پنج برابر گرونتر میدن و از مردم مثلا پول پرش رو بری توی یه سیستم خارج کشور ببینی پنج برابر ارزونتر از اینجاست و این بخش ها هزینه به که هزینه برای مردم بشه چون در حالت جنگی هم مثلا هزینه نظامی و جنگی میشه علا رغم اینکه مثلا پول های, های دیگه و این هزینه نظامی ده برابر کرده فرصت پیشرفت کشور رو از بین برده در صورتی که همین بحث نظامی اگه نبود کشور رو هم نابود میکردند. اما سوئیس یکی از صنایع معروف دیگر سوئیس صنعت داروسازی و شیمی است که هر سال درآمد بالایی رو در این کشور به همراه دارد خب شما میدونید صنعت داروسازی اینجا در دستان سپاس و هرچی گرونی و ارزونی بشه با این صنعت اگر مثلا میبینید بنزین رو نتونستن گرون کنن یا داروها رو میگن اعتبار شده گرون میکنن این بخش مثلا بیشتر در بخش دست سپاس و سند نساجی در صورت دیگه در سوئیس این بخش در دست تمام مردم روش میدن به صورت بازار تجارت آزاد هم وجود داره تا همه در بحث دارو اینا نتونن کم بیارن و چون بیماری ها رو همه افراد میتونن علمش رو به دست بیارن به صورت آزمایشگاه عمومی در اختیار مردم قرار میگیره تا مردم بتونن این روش بدن فرقش رو نگاه کنید بحث دولتی با بحث ملی رو علم رو عمومی کردن حالا باز توضیح میدیم انشالله کشور ما این رو انجام بده و با یه فکر باز سوئیس تقریبا 50 درصد از مجموع تولید جهانی ساعت را دارا است ساعت های لوکس ساخت این کشور در دست بسیاری از سلبریتی ها و افراد ثروتمند جهان می درخشد و در حالی که تمام آن را تبلیغات میکنند شهر بازل سوئیس قطب مسئولات شیمیایی و دارویی در سوئیس نکته جالب توجه این است که صنعت ساعت سازی در سوئیس یک صنعت بومی به حساب می به طوری که حتی کشاورزان در فصل زمستان که کار در مزارع کمتر است مزاره کمتر است به ساخت ساعت رو میآورند ساعت در سوئیس بعد از مواد شیمیایی و خدمات مهندسی از نظر میزان صادرات در رتبه سوم قرار دارد یعنی می‌بینید که هم شغل دومه هم شغل جایگزینه یعنی در سوئیس شغل جایگزینی وجود داره به نام صنعت ساعت که میلیاردها ساعت رو برای مردمان دنیا ایجاد می کنن. خدمات مهمترین بخش اقتصاد سوئیس است که تعداد شاغلان بالایی را در خود جای داده است. بخش کشاورزی از دیگر بخش های اقتصاد این سوئیس است که تا به امروز نتوانسته از نیازهای داخلی را برآورده کند به دلایلی یعنی بخش اقتصاد سوئیس را وابسته به واردات کالای اولیه و صدور آن به شکل ستانده ها آماده و مرغوب به نقاط دیگر جهان میفرسته یعنی شما نگاه کنید مواد کالای علیرغم اینکه میتونه تو کشاورزی مستقل بشه بحث کشاورزی گندم و مواد غذایی خودش رو مستقل میکنه بحثی که لازمه بحثی که لازم نیست هزینه درآمد میکنه مثلا زعفران ایران رو میگیره براش اون رو تنظیم میکنه اون رو بسته بندی میکنه یا مواد اولیه رو از سراسر جهان میخره اونها رو تنظیم میکنه به قیمتی فراتر میفروشه اینجا هم اینه یه این قسمتش اینه از یک طرف دیگه ما میدونیم مثلا کشمش و انگور رو ما تولید میکنیم به ترکیه میدیم ترکیه اون رو به قسمت های مختلف جهان میفرسه هم بحث دارویی داره هم بحث مشروبات الکلی به همینه که بعضی از کالاها در داخل کشور ما اگر تولید بخواد بشه به صورت مشروبینا اینا تنها عرف پسندیده پسند نیست هزینه درآمدی هم برای کشور نداره به خاطر همین بیشتر از موارد رو خام تحویل میدن اینجا که بعضی از افراد میگن چرا خام فروشی میکنیم دلیلش بعضی جا اینه و به خاطر همین هم که شما میبینید 4 درصد رشد تولید کلی ملی جهان رو تولید ناخالص ملی رو یا تولید جی دی بی رو تولید خالص این رو گرفتن چیکار کردن برای جهان 4 درصد رشد داره با... که با دی... ایجاد کردن دیسکو ها در کل کشورهای دنیا و به خصوص کشورهای عربی رشدش رو فزونی دادن و از هم اینجا میبینید که قاچاق زنانی در دنیا بیشتر شده کردستان ایران رو میبینید یا جاهای دیگه یا افغانستان رو میبینید زنانش بسیار داره ساده میشن به کشور دیگه به خاطر همین مشروبات الکلی و باندوران دیگه تو این زمینه وجود داره بعد اون رو تشریح حمایت دولت سوئیس از بخش های مختلف اقتصاد جوری است حمایت دولت و حاکمیت اصلا چوری نگاه داره ببینید راهبری حاکمیت و دولت رو فقط تفاوت دولت و حاکمیت در سوئیس با ایران اینه که ایران حاکمیت و دولتش همه چیز رو از دست مردم میگیره و هیچی رو به مردم نمیده و نهادهای نظامی همه مسائل رو بر... و تحویل مردم نمیدن و میگن میخوام روش پیدا کنیم در صورتی که سوئیس برعکس همه چیز رو در دست مردم میده و دولت در نقش یک بخش کوچک و حمایتی نه نق... ایفای نقش میکنن پس میبینید که مردمی بودن یکی از دلایل دیگه یکی از دلایلی که میبینید اقتصاد ما شکوفا نمیشه اینه دیدن سوئیس بر همه اینکه برن یه نگاهی کنن این کار مثلا یه لازمه ولی دونستن این مطالب حتما واجبه چون هر فردی باید یک دید کلانی نسبت به اقتصاد پیدا کنه که چگونه روش پیدا میکنه و این مسائلی که به ما میگن شاخصاش چیست پس حمایت دولت و حاکمیت سوئیس از بخش‌های مختلف اقتصاد رو تشریح کنه. به طور کلی اقتصاد سوئیس دارای سه بخش کشاورزی صنعت و خدمات ما هم میبینیم کشاورزی داریم پتروشیمی داریم و انرژی این دو تا مسئله برای ما مهم اما کشاورزی از بخشی است که توسط دولت به شدت حمایت میشه یعنی به هیچ عنوان نمیذاره جاهای دیگه که کشاورزی دارن بتونن زمین بزنن کشاورزی کشور هر جا میبینید که و مواد کشاورزی بالا میره بدونید اون دولت دولت ضعیفیه شما میبینید مثلا بالا اقلام نون گندم اینا گرون میشه بدونید دولت ما دولت ضعیفیه و روی کشاورزی ریزی نکرده و این تولید به خاطر اینکه مسائل صنعت نساجی رو از بین برده میبینید که قبل از انقلاب این مسائل بهتر بود از این مسائلی که الان بعد از انقلاب اومده که انقلاب با جبران این مسائل رو انجام میداد که هنوز انجام نداد کشاورزی از بخشی است که توسط دولت به شدت حمایت می شود و کمتر از ده درصد از جمعیت کشور در آن مشغول به کار هستند. بخش صنعت با داشتن بیش از 40 درصد از جمعیت فعال, فعال یکی از بخش‌های بزرگی است که توانسته از نیروی کار بالقوه موجود را جذب کند. تمام محصولات این بخش پتانسیل صادراتی داشته و بخش عمده از آنها صادر می شود. البته با توجه به عدم عضویت سوئیس در اتحادیه ای اروپا این صادرات دارای محدودیت‌هایی هستند. شما یه لحظه نگاه کنید که صنعت ما چقدر صادر میشه یکی از دلایلش اینه که برای گروه های خاص ایران خود رو برای گروه های حاکمیتی دو ماه ما پیش هم دو پیش که تحریری اقتصاد ایران حالا تو یوتیوب اینو پخش کرده جای دیگه تو سایت ها که کلا دو ماه پیش ایران خود رو و سایپا رو کلا سپا گرفت که از طرف حالا اعلام کردم مقامات مافوق حالا فکر کنم از طرف رهبری دوباره پس داده شد و میبینید که نمایندگان مجلس و وزرا میبینید وزرای نهادی و سازمانی هستن اصلا برای مردم کاری نمیکنن یعنی اینی که اعلام کردن ولی اگر مردمی بود میتونستن صادرات مختلف داشته باشن افراد مختلف تولید خودرو رو کنن میدونید که این رو هم جبران میکرد حالا بریم میدونید مسئله بعدی مزرعه انگور انگور کشاورزی در سوئیس بیش از 50 درصد جمعیت آمده به کار سوئیس در بخش خدمات مشهور به بخش خدمات بزرگترین بخش در اشتغال زایی سوئیس به حساب می که شامل بانکداری بیمه توریسم و غیره می شود پر است که بانکداری یکی از بخش های بزرگ تجارت در سوئیس است که سهم بزرگی را در کاهش نرخ بیکاری این کشور ایفا می کند میدونید ساختار کریدیت سوئیس داریم میدونه کریدیت بزنه کریدیت بده سود بزنه سود بگیره سرمایه جهان همین که بر مبنای نرخ بانکی این کشوره خودش نشون میده که بر اساس فرانک سوئیس سرمایه ها زیاد کم میشن و این خودش مهمه که ما این رو ت... نوه تغییرش رو بر شما تشریح میکنیم اختصاص اقتصاد سوئیس در صدر جدول سیاست تجاری سوئیس چگونه همواره بر بازار آزاد تاکید داشته است ما میبینیم که اگر بازار آزاد بشه بسیاری از صادرات و واردات کننده های ما از مردم میتونن در تمام جهان بتونن حتی سلبریتی ها و فوتبالیست ها میتونن اقتصادهای مختلف در کشور بیارن و رشد بیارن ولی چون در کشور ما اقتصاد در دست نهادهایی مثل نظامی آسان و یا ها، نهادهای حمایتی اینا وجود داره این نهادها رشد مردمی رو اینگار نمیپسندن و بیشتر در اختیار خودشون میگیرن و تشریک مسایی ندارن حالا اینم باید درست کنن این عزیزان باید فکر کنن چجوری اقتصاد اگر میخوان ایران فکر ایران هستن این گونه است اگر فکر ایران نیستن که فکر خودشون و جیب و خودشون هستن مسئله فرق دارن. اما ادامه بحث سوئیس گفتیم سیاست تجاری سوئیس همواره بر بازار آزاد تاکید داشته و مشخصه آن سطح بسیار پایین تعرفه های گمرکی است. های گمروکی رو بسیار میارم پایین تا تمام تجارت آزاد در جهان وارد ایران بشه یعنی وارد سوئیس بشه یعنی سوئیس مجبور باشه که رقابت کنه. پس رقابت پذیری یکی از ارکانشه نه اینکه برای برای مردم ها بسیار بالا باشه که نتونن اینو صادرات کنن یا صادرات میخوام بکنن واردات میخوان بکنن اونا از بین برن صادرات واردات یا از بین برن و اینایی که میخوان مثلا ایران خودرو جای دیگه باشه فقط برای اینا 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 مشکل یکی هست پس بازار آزاد و تعرفه های گمرکی پایین برای مسائل رقابت زا یکی از ارکان اقتصاد سوئیس <تص> پس بیجهت نیست که کشورها توسعه پیدا میکنن و ما توسعه پیدا نمیکنیم و تمام موارد عدم توسعه به خاطر مباحث نگاه حاکمیتی و دولتی است که نمیذارن رشد پیدا کنه و گرونی و تورم رو مایه رشد خودشون میدونن تمام این مسائل هم مسائل ساده و سطحی است از سوی دیگر این کشورها تقریبا هیچ گونه محدودیتی برای واردات خود به استثنا مسئولات کشاورزی در نظر نگرفتن پس میبینید که خیلی جرأت میخواد کشوری صادرات اخ... خودش باز کنه واردات خودش رو باز کنه و مسئولات کشاورزیش رو فقط زمین نمیزنه یعنی بالاترین ها در مسئولات کشاورزی زده میشه اونم به دست مردم دمپینگ میزنن به اندازه کف قیمتی مردم میارن در سالهای گذشته سوئیس دارای تراز تجاری مثبت به میزان 4 میلیارد فرانک بوده است تا 6 میلیارد فرانک از سوی دیگر های خدماتی مانند بانک‌ها، مؤسسات بیمه و گردشگری و عواید ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی درآمد هنگفتی رو برای این کشور به همراه داشته است این در حالی است که وابستگی جهان به سوئیس روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. سوئیس در صدر جدول پنج کشور اول از نظر سطح زندگی قرار دارد. پنجمین کشور شاد جهان است و درآمد سرانه بالغ بر با 32000 فرانک دارد. علیرغم بر اینایی هم که داره می بینید تو بحث غذایی هم مثلا می بینید بعضی جاها همسر آزاری هم وجود داشت اینا هم هست ببینید منفی هم ببینیم که اونا رو بعد در مرحله بد میگیم بانک کریدیت سوئیس هم وجود داره حالا ما این بانک کریدیت انسانی رو ایجاد میکنیم هر کسی ترش رو بخواد در سراسر جهان کریدیت چگونه ایجاد میشه و هر فردی چگونه داره کریدیت میشه و این کریدیت ها رو ما تشریح میکنیم بانک کریدیت و خدمات رو اگر در ایران ایجاد بشه تمام دنیا میتونه زیرمجموعه اون ایجاد بشه حالا اندر مزایای اندازه کوچک دولت سوئیس شما فقط دولت ما رو نگاه کنید با دولت سوئیس یک اولش دولت خودمون رو بگیم دولت ما مثلا 60 هزار میلیارد در آذر گذشته 60 هزار میلیارد مثلا هزینش بوده و درآمدش 40 هزار میلیارد حالا بگیم 60 هزار میلیارد شما میبینید که همین درآمد هزینه رو برای مردم فقط توسط سیستم پوز و جای دیگه 923 هزار میلیارد جابجا کردن دولت کوچیک هست در مقابل حجمی که مردم نیاز دارن در ایران ولی هزینه زاست برای مردم و حتی این حاکمیت چون جنگ هایی که برایش تعمیل میشه هزینه زاست یعنی تورم ها میارن و اگر پشتوانه پول رو کردیت میکردن پشتوانه پول رو کردیت میکردن و کردیت رو ایجاد میکردن این تورم هم نمیمد و اون جنگ ها همه باعث افتخار میشد کمکان هست که کشور آسیب نبینه اما نحوه اقتصاد مهم حالا اندر مزایای اندازه کوچک دولت سوئیس بگیم اقتصاد سوئیس بر اصل آزادی مؤسسات استوار است و آزادی تجارت و صنایع از سال 1874 توسط قانون اساسی فدرال تضمین شده است شما اینجا نگاه کنید اگر مؤسسه بخواد کار خیر کنه یا مؤسسه بخواد فعالیت های علمی کنه یا مؤسسه بخواد فعالیت های عمومی کنه اینها تبدیل به بخش خصولتی شده در ایران و همین نهادها مانع از انجام این بخشا میشن شما نگاه کنید چرا در قانون اساسی اصل آزادی کار آزادی علم آزادی مسائل وجود نداره و آزادی تغییر پس میبینید که یکی از دلایل فقدان رشد به این مسئله برمیگرده البته دولت می تواند در مواقع خاص در بازار دخالت کند و آن را سامان بخشد اما در حال حاضر این مداخله بسیار محدود است به موجب قانون اساسی سوئیس حق انعقاد توافقنامه های گمرکی و تجاری با خارج تنها در اختیار کنفدراسیون گذاشته شده است یعنی کلش و همواره نمایندگان در این زمینه از سیاست مبتنی بر کاهش نرخ‌های گمرکی و روش‌های وارداتی آزاد دفاع می‌کنند شما می‌بینید در داخل کشور ما این نمایندگان که تا الان کاری برای مردم نکردن تماما گمرکات رو به نوعی برعکس آنچه که باید انجام میشه انجام میدن یعنی گم طرفای گمرکی در بعضی جایی که به نفع خودشون کمه در اکثر جایی که باید وارد کشور بشه تو منطقه آزاد برعکس زیاده یعنی اجازه این که وارد کالا بشه و کالا وارد بشه نمیدن پس میبینید یک بحث کلی وجود داره از نمایندگان از دولت و از قسمت های مختلف که بازار تجارت آزاد در کشور وجود نداشته باشه چون منافع گروهی برای یک دست و منافع جمعی رو نمیخوان حاصل کنن امیدوارم اونایی که درستن افرادی که درست هستن در همه جای ایران مردم که همه درستن در مجلس قانون سپاهی یا نظامی ها همه جا به این فکر کنن که این گونه کشور پیشرفت میکنه و کشور فقط منافع ادیبان بان نیست اگر کریدیت داشته باشید امروز کریدیت مشترک اومده تو جهان یعنی اگر یک قسمت نهاد میخواد رشد کنه با رشد مردم اون قسمت کریدیت هر دو افزایش پیدا میکنه این مهمه که این گونه بر... فلسفه برنده برنده که همه اینها باعث سقوط کشور نشه که الان هزار سال عقب گردم کردیم به موجب قانون اساسی گفتیم که حق گمرکی چگونه است باز هم تاکید میکنیم که اقتصاد سوئیس مبتنی بر فعالیت متنوع صنعتی تجاری و البته اقتصاد آزاد است که مردم بیشتر امور اون رو انجام میدن قدرت و اختیار دولت در این کشور بسیار کم بوده و اندازه کوچکی دارد صنایع وابسته به دولت همانایی هستند که بازار را شکست داده و ناتوان میکنند مثل امور دفاعی و مصارف عمومی پس امور دفاعی هر جا میبینیم اگر میگن رشد زیاد از حدی داشتیم بدون توجه به جنبه های تورم اون و اینکه کریدیت های صنایع نظامی برای مردم رو وز کنن از مصارف کمرشکن مردمه نه اینکه رشد یک بازار تولقی بشه از یک طرف امنیت عمومی رو ایجاد میکنه امنیت بازار رو ایجاد میکنه ولی با کریدیت‌های های مردمی این کریدیت‌ها ها به نسبت اون پولی که در صنایع نظامی هم میشه به مردم داده میشه تا صنایع بازار آزاد و تجارت مردم رو ایجاد کنن این هم صنایع میدونیم که بحث امور دفاعی سوئیس هم خوب رشد کرده ولی طوری ایجاد کرده که اون رو جزء صنایع کمرشکن یعنی تورم میدونن به مابه‌ازای اون کریدیت ایجاد میکنن اون کریدیت باعث میشه که جلوی اون مسائل گرفته بشه اینجا اقتصاد نظامی اون کشور نگاه کنید با اقتصاد نظامی کشور ما رو که باید اینا رو نظامی ها توجه کنند مزیت های اقتصاد سوئیس رو یکی یکی ما این رو میشناسیم در دنیای امروز برای اینکه یک کشور در کی... در رقابت جهانی پیروز شود باید فاکتورهای مختلفی رو در نظر بگیرید با تقویت آنها سرمایه ها به سمت خود سرازیر می شود در این بین سوئیس دارای مزایای منحصر به فردی است از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. در ادامه جذابیت‌ها رو یک به یک بررسی کنیم موقعیت استراتژیک سوئیس، جبر جغرافیایی مبارک. سوئیس از یک سو در مرکز اروپایی در مرکز اروپا قرار گرفته است یعنی اروپای غربی و از سوی دیگر در بطن تجارت و حمل و نقل اروپا واقع شده است. همسایه‌های سوئیس آلمان، فرانسه، ایتالیا هستند. از خوش روزگار جبر جغرافیایی برایش موقعیت خوبی را به وجود آورده است چرا که همین موضوع سوئیس را تبدیل به محل بسیار مناسبی برای شروع کسب و کارهایی که وارد بازار اروپا میشوند کرده است البته سوئیسی ها در این بین بیکار ننشسته و با در نظر گرفتن موقعیت کشان استراتیج... استراتیجی... و قرار گرفتن میان پنج کشور مهم اروپا زیر ساختای حمل نقل خود را به سطح بالای ارتقا دادند که خود موجب تسهیل روابط و تبدیل شدن سوئیس به شاهراه بازارهای اروپا شده است یعنی تمام کوریدورهای خودشون درست کردن تمام راههای حمل و نقل زمینی و انتقالات خودشون درست کردن که ما یک کوریدور رو پولشون نداشتیم چین از اینجا رفت یعنی تبدیل شدن این به یک کوریدور که یک بحث آسان بین است برای کشور ما چقدر سخت. یعنی هم جنگ هم این فقط فکر نکنید که آقا کوریدور فقط مخصوص ایران در حال تمدنیم نه مسائل سعودی سطحی است که در تمام اقتصاد دنیا پیاده شده و در کشور تازه میخواد این مسائل باز بشه که اونم به دلیل نبودن کریدیت از بین میره سرمایه گذاری خارجی هم به دلیل اینکه تمام صنایع بازار آزاد وجود نداره انجام نمیشه و بیشترش این فراری داده میشه و این هم علت فقر دیگه پس دیدهایی که ما به دست میاریم رو ببینید دو سطح بالای تحصیلات و مهارت احداث کانال میان آموزش و بازار کار سوئیس دقیقا توسعه را هدف قرار گرفته است و در میان تمام کشورهای جهان بیشترین هزینه سرانه را به اعضای هر دانش آموز برای آموزش و آموزش عملی میده یعنی در, در, هر رشته هر فردی دوست داره آموزش میبینه در همون ابتدایم یک رشته بهش یاد میدن این رشته عملی رو همین موضوع موجب شده است که مؤسسات آموزشی مدارس و دانشگاه‌های این کشور از سطح کیفی بالا برخورده باشن و از سطح جهانی بسیار خوشنام باشند و اعتبار بالایی داشته باشند مؤسسات آموزشی برنامه های خود را به سه زبان فرانسه، آلمانی و ایتالیایی تدریس میکنند همچنین زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی تجارت تدریس میبینن یعنی چی از زبان انگلیسی به عنوان زبان اصلی که برای تجارت به کار میره استفاده میشه یعنی هر جا که میخوان تجارت های بین بازار کار بین داشته باشن دانش آموزان رو به اون سبک آموزش میدن بعد علاوه بر اینها سوئیس تنها به بخش آکادمیک آموزش توجه نکرده و کانالی رو از دانشگاه به بازار کشیده یعنی میزان بازار کار خودش رو تنظیم میکنه و تنظیم بازار کار رو به صورت بازار کار آزاد از دانشگاه تا بازار به صورت حل مسئله مور به وجود آورده ببینید چجوری کشور رو روش میدن دوره آموزش مهارت های فنی عرفه این امکان رو به افراد میدادند که آموزش های لازم رو برای کار و فعالیت در بنگاه مختلف کسب کنند. این رو هم در نظر بگیرید که خودم علنی تو ایران هم دیدم سوئیس برای هر رشته دو سال رشته آموزش فنی حرفه و مدیریت رو ادامه ی همون رشته قرار میده یعنی اگر مثلا لیسانس سال چهار ساله اون رو 6 سال میکنه دانشجوهاش رو ساپورت مالی میکنه تا در اون کشور مهارت یابی ده یا در کشورهای دیگه مهارت یابی کنه مثلا بخش عمده از سویسی ها رو میبینی به ارگ بم آورده بودن اونایی که معماری خونده میدن تا معماری ارگ بم رو یاد بگیرن و معماری بخشای کویری ایران رو در کل جهان پیاده کنم و برای کشور اون درآمدزایی داشته باشن به پول سوئیس این کار انجام میدن ببینید چی کار رو میکنن و ما چه کارهایی که اصلا نابود کردیم مردم و افراد و جوانان و وقتشون رو گرفتیم با یه سری بی سواده که اومدن اون با سواده ها رو کنار زدن نخبه رو کنار زدن دو قرون بودجه مملکت استفاده کنن کارهای فرهنگی سطحی مسائل دیگه اما از کارهای دیگه خوشهای صنعتی است سوئیس کشور کوچکی است و از خوش های صنعتی متمرکز کمتری تشکیل شده است اما همانطور که میدانید از بزرگترین و خوشنامترین مراکز مالی دنیاست یعنی خوشه سازی میکنه مسائل خودش رو در, اخت... در اقتصادهای دنیا بخشی رو در مثلا صادرات واردات بخشی رو در خودرو بخشی رو در کشاورزی بخشی رو در این به خوشه های بزرگ جهان وصل میشه پس خوشه سازی یا AHP ای ای یکی از مراتب رشد کشورهاست معروف ترین بانک ها و دفاتر بیمه و بورس های بین المللی اوراق بهادار و کالا در این کشور قرار دارد از سوی دیگر سوئیس از مراکز اصلی صنایع داروسازی و شیمیایی علوم زیستی و تکنولوژی پزشکی هست سوئیس توانسته از بهترین و کارآمدترین مراکز تحقیق آر یا ریسرچ اند دیولپمنت را در کشور خود بنا کند و از این طریق بتواند دانش علوم مهندسی و انسانی خود را بالا برده و تخصصهای پیشرفته بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی و مطرح جهانی را جذب کنند یعنی در کشور به شدت اندیشکده ها به وجود اومدن اینجا حاکمیت هم ها همه اندیشکده و اینا رو خراب می‌کنند. به وجود اومدن و این اندیشکده ها توانایی جذب افراد متخصص در کل دنیا رو دارن و این باعث رشد کشور میشه مثلا در آمریکا می‌بینید که دانشگاه‌های اون کشور میتونن با تمام کشورهای دنیا پروژه های بزرگی رو بگیرن و اون پروژه بزرگ رو در کشور عملی کنن و اصلا رئیس جمهوری یک کشور میاد کشور اون رو نقض نمی کنن و در قانون اساسیشون این نوشته شده شما میبینید چین با دانشگاه های آمریکا قرارداد میبنده بسیاری از قرارداد پروژه های کلان این کشور رو به وجود میاره پس میبینید که اینجا هم این مسئله رو بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا دفاتری در سوئیس دارن و حتی تعدادی از شرکت‌های بزرگ دفاتر مرکزیشون را نیز در این کشور ایجاد می‌کنن. یکی دیگه از مباحثی که وجود داره در این اقتصاد قلب تپن... سوئیس قلب تپنده نوآوری اروپا است سوئیس مبتکرترین و نوآورترین کشور اروپا است این کشور بعد از کشور ژاپن بیشترین تعداد سرانه ثبت اختراع تفسد بازار آزاد و مردم رو دارد نگاه نکنید یه سری نهادها و سازمانها میگن این اختراع صورت گرفت این این مقدار میلیاردها پول رو میگیرن تا یک چیزی به وجود بیاره اونم با هزاران شکست اما سوئیس رو میبینید مردم و بازار تجارت و آزاد چه برنامه‌ای داره و قانون اساسیش چه کارهایی می‌کنه می‌بینید که نحوه مترقی بودن اون قوانین رو با این قوانین ما 35 درصد از تولید سرانه سوئیس از طریق مشارکت در صنایع با بالا به دست میاد همونطور که بیشتر به آن پرداختیم این نوآوری از کانال کارآمد ارتباط میان دانشگاه و بازار و کار باعث شده است که دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی بتوانند تحقیقاتشان را به مسئولات قابل تجارت تبدیل کنند و یکی از ارکان اون هم خوشهسازی و ارتباط بین مردم یعنی سفیران تحقیق و توسعه دارند در دا کل دنیا اینجا دیگه اصلا باید این رو تاثیر کرد نزدیک به سه درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف بخش تحقیق و توسعه آرندی میشه و در صنایع با تکنولوژی بسیار بالا و صنایع بسیار پیشرفته مانند علوم زیستی میکرو و نانوتکنولوژی و سایر علوم انسانی هزینه می شود پس می بینید که نحوه این رو نگاه کنید بودجه بندی ها رو نگاه کنید پس می بینید که عامل فقر کشور بدبختی کشور روش نکردن یه قسمش چنگیز، ولی یه قسمش نگاه حاکمیتی که عدم توسعه باشه توشه پنج یکی دیگه از ویژگی ها استاندارد زندگی بالا هزینه های بالا و قدرت خرید بالاتر سوئیس از اهمترین کشورهای جهان و دارای سطح بالایی از استانداردهای زندگی برای یک شهروند است همینطور که گفتیم سیستم حمل و نقل این کشور به دلیل موقعیت استراتیگی استراتیگی تجیکش بسیار پیشرفته است حمل و نقل ریلی هوایی و همچنین شبکه حمل و نقل درون شهری این کشور بسیار ایمن و مطمئن بوده و تاخیر زمانی در آن به ندرت دیده میشن همه میدونیم که داخل ایران همه کشور اروپایی بسیار علاقه دارن به اومدن به کشور ایران ولی امارات و ترکیه این سند هوایی ما رو به دلیل اینکه مردم این کشور نمیان بیش این درآمد داد و درآمد فراتر از نفر رو یعنی اونها گرفتن بردن در این مسیر اگر ایران بتونه صنایع هوایی خودش رو رشد بده بسیار از این منبع درآمد بسیاری رشد پیدا میکنه و به صنعت توریست رو خدمات بدوشی از بخشی است که دولت سوئیس همواره به آن توجه داشته و در رسوی بالا بردن سطح آن تلاش, تلاش میکنه مثلا تو هند میبینید که اگر سه بار یه سه تا بیماری ساده هم بگیری به بیمارستان رجوع کنی تا آخر عمر هزینه های درمانی برای تو رایگان میشه نزدیک به 5 و 11 درصد از جی دی پی این کشور وارد شبکه بدش شده و در این بخش هزینه میشود سیستم ارتباطی گسترده و پیشرفته شبکه پستی هم با بیش از 2500 شعبه در سراسر کشور همه آقایم باعث شده سوئیس جای مناسبی برای زندگی باشد شما میتونید که یکی از دلایل رشدش هم وجود بازار بزرگ اوراق یعنی تمام اوراقه جهان در اونجا سرمایه گذاری میکنن یه قسمتش هم مثلا میدونید توی ترکیه است بازار اوراق خودش عامل رشده یعنی فروش اوراق خرید اوراق اوراق رو در بورس مختلف در مختلف 6. محیط زیست و داشتن انرژی هستی تو امان برنامه شونه. دو سوم از خاک سوئیس رو جنگل ها در یاچه و کوه ها احتمال می کند همین موضوع باعث شده است که به منابع طبیعی ویژه ای داشته باشد یعنی طلا داشته باشه زغال سنگ داشته باشه بقیه منابع که ما هم داریم اونا هم دارن ما مثلا توی سیستان منابعش حداقل 50 تریلیون میشه دولت آمریکا رو شما میبینید که مثلا یک سال 6 تریلیون بودجه داره این 500 تر... این 50 تریلیون اگه یک مقدار ساخته بشه یعنی سیستان تو که استان سیستان و بلوچستان به اندازه هزار بار تغییر پیدا میکنه پس ببینید منابع ما چی میشه اصلا سوئیسا برای سوئیسیا برای تامین انرژی خود برای انرژی های نو و منابع سازگار با طبیعت تکیه کردن و با وابستگی این کشور به سوختهای فسیلی نسبتاً به سایر کشورها بسیار کمتر است یعنی درجه صادراتشون رو کاهش میدن با سوختهایی که خودشون دارن حفاظت از محیط زیست در بین مردم بسیار محبوب به طوری که مردم سوئیس در یک همه پرسی در 21 می سال 2017 مخالفت خود را با گسترش و ادامه تولید انرژی با توجه به تامین انرژی با تعداد نیروگاه اتمی دادن یعنی اعلام کردن بیش از این دیگه نسازید فعلا نیروگاه اتمی تو زمانی که از منابع فسیلی میتونیم استفاده کنیم کمتر بشه در حال حاضر بیش از 60 درصد از انرژی مورد نیاز سوئیس از طریق منابع تجدیدپذیر و به طور عمده از طریق نیروگاه آمبی تامین میشد که بسیاری از ماشیناشون هم میتونه از طریق برق بشه و آب هفتمین موضوع شفافیت در فضای کسب و کار و شفاف و متقارن سوئیس داره یکی از رقابت رقابتی ترین فضای کسب و کار در سطح جهانه مثلا اینجا میبینی شما هر صنعتی بخواد رشد پیدا کنه نهادها اون رو خراب میکنه و نهادهای نظامی ولی اونجا تمام صنایع برای اینن که رقابت کنن و تمام مسائل مالیشونم هم افشا میکنن و تمام مسائلی که باید بر مبنای شفافیت مالی و مالیات ها باشه پس اینکه شما فکر کنید اگر اقتصاد رشد میکنه بدون اینکه این, این مسیر به وجود بیاد که ک... کچیکه. یه فکر کوچیکه تمام ایالت های این کشور تلاش میکنن با وضع قوانین مالیاتی و ساختار حقوقی انتافزی شرکت ها را جذب کرده و با یکدیگر رقابت کنن یعنی فقط نمیگن یه FATF آزاد بشه میگن آقا چگونه ما در کشور مالیاتی ببندیم تا تمام صنایع یه سرمایه گذاری جذب کشور بشن شما همینقدر اینقدر صدا سنتی هم که تو بورس وجود داره دست نهادها ها هست میبینی اصلا مالیات ایجاد چون ایجاد نمیکنن سرمایه گذاری خارجی بس کاهش پیدا میکنن بخش اونده سرمایه گذاری خارجی رو به خاطر همین شرکت ها بدونید و گرونی و تورم و فقر مردم شرکت های کوچک و SMES ها و متوسط نیازمند بس و متوسط نیازمند بستر مناسب برای شروع فعالیت‌های خود هستند. سوئیس این بستر رو به خوبی برای آنها فراهم کند با قرار دادن قوانین مناسب فرد از این ها و حمایت می کند. یعنی از شرکت‌های دانش بنیان طبق قانون اساسی حمایت میکند. حالا شما نگاه کنید یک دونه از قانون اساسی ما بلفرز مثال می‌گیم خوب چه کمکی به مردم کرده؟ از نکات مثبت در فضای کسب و کار کشور سوئیس شفافیت اطلاعات و تقارن آن است به طوری که اگر شما قصد راه کسب و کار تازه رو در این کشور داشته باشید با یک پروسه ساده و شفاف رو به رو هستید معمولا دو هفته به نتیجه میرسید دو هفته کار رو انجام میدید بحث بعدی ثبات ارز و قیمت به بهشت دارایی هاست یکی از ویژگی های مهم سوئیس ثبات قدرت خرید در این کشور است نظام ارزی مناسب و نظام مالی سالم باعث شده است که فضای کسب و کار بسیار مناسب باشد همونطور که میدونید برای سرمایه‌گذاران چشمانداز یک اقتصاد بسیار پر اهمیت است اگر سرمایه‌گذار دان قرار سرمایه خود را وارد فضای کاملا معلول کند توان دیدن دهم جلوترش را ندارد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فضای آن کشور نخواهد داشت اما زمانی که فضای اقتصاد شفاف و دور از نا... اطمینانی نا... باشد آن کشور تبدیل به مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران خواهد شد فرانک سوئیس یعنی اسکناس پنج یوروی و اسکناس کف سکه 5 فرانکی فرانک سوئیس به عنوان پنجمین ارز مورد معامله در جهان بعد از دلار آمریکا یورو ین ژاپن و پوند انگلیس به یکی از باثبات‌ترین ارزهای جهان تبدیل شده است به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران فرانک را به عنوان بهشت امن دارایی خود در زمان بحران انتخاب کردند سوئیس کشوری خوشنامه در عرصه بین‌الملل ببینید چرا رشد اقتصادی صورت می‌گیره اینو هم است مالیات‌ها در سوئیس به سه دسته فدرال ایالتی و عوارض شهری تقسیم میشن نرخ مالیات هر شرکت بسته به محل و ایالتی که در آن فعالیت میکنه بین 6 و 12 دوام درصد تا 25 درصد وضع شده است در این کشور دولت های منطقی در بخش های مختلف قرار دارن و هر کدام از 26 ایالت آن از اختیارات قانونی و دولت مجزا برخوردارن. یک نحوه اوکرانی رو هم ببینید نه اینکه همه اینجا زیر نظر تهران مالیات ها رو ببنن. یک اوکرانی فاجعه ای رو به بار بیارن همه مالیات در همونجا خرج میشه همونجا گرفته میشه و حکرانی به صورت استانی و دولتی در هر استان هستش تصمیمات رو میگیره به و در نهایت تصمیمات بالا رو دولت مرکزی میگیره به دلیل بیطرفی سیاسی خوشنامی و امنیت سوئیس مرکز بسیاری از بینور سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل سازمان بهداشت جهانی کمیته بین المللی صلیب سرخ سازمان تجارت جهانی کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون جهانی فوتبال شده است پس می بینید تمام سازمان های بینور هم در اون تشکیل میشه یا نماینده های سازمان های بینور به صورت خوشه سازی بسیار از مراکز مهم بین هم همه و همه در سوئیس قرار دارن و این خود بیانگر سطح بالای امنیت و اعتماد جوانی به این کشور است تو جنگ جهانی اول می بینید کشور اروپایی از بین رفتن سوئیس نه تو جنگ جهانی دوم همین سوئیس نه ببینید سیاست فکری و اینکه خراب کردن کشور و از کشور رو بد گفتن و خوبی های کشور رو نگفتن از بدی تینت یک کشور که فقط از همه جای دنیا بد بگی دروغ بگی تا بتونی ضعفات رو جبران کنی این گونه که کشور داری نیست افراد دلسوز رو هم کنار زدن و نخبگان رو و اون نخبگان هم که کشور رو بس میدن نه یه سری رانت و باند و پولا رو بگیری به یه نهاد بدی نهادها به یه سری افراد بدن اینجوری کار کنن تمام مسائل میشه کشور ایران میتونه به بهترین کشور تبدیل بشه چون جایگاه مناسبی برای رشد سازگاره سیاست سوئیس به چه شکل است سیاست های پولی و مالی از ابزارهای مهم دولت برای رسیدن به تعادل اقتصادی هستند دولت سوئیس برای مهار تورم سیاست های ضد تورمی را اتخاظ می یکی از سیاست های مهم دولت این کشور حفظ صنایع تولیدی است و برای رسیدن به این هدف سیاست اقتصادی اخت، مختلفی را برنامه‌ریزی کرده و به اجرا درآورده در بخش کشاورزی دولت عوارض گمرکی رو بر مسئولات کشاورزی دامی وارداتی بس کرده از سوی دیگر سوئیس برای حمایت بیش از بخش کشاورزی سالانه 4.3 میلیارد فرانک به دامداران کشاورزان یارانه میده. یعنی بیشتر این یارانه ها رو به دامداران میده. اینجا بیشترین یارانه رو به بخشی میدن که اصلا خنده دیگه نمیشه گفت. این کار نشان دهنده سیاست های حمایتی دولت سوئیس در بخش کشاورزی است. همینطور دولت در بخش صنعت و خدمات به شدت از افزایش تولید حمایت میکنه. اولویت بانک مرکزی سوئیس حفظ ارزش پول و مهار نقدینگی است سوئیس تلاش میکنند که سطح مصرف و رو را در کشورش افزایش دهد به همین منظور ببینید سطح مصرف رو افزایش میده برای مردمش رفاه میاره و رفاه رو با تولید و ارزش پول حفظ میکنه پس اینجا ببینید تمام فقر رو بیشتر کردن طبقات قسمت دوم مردم رو به قسمت های فقیرتر سوق دادن و اینگونه نشون میده که تولید از بین رفته و مسائل صرف مسائل دیگه میشه گفتیم که علتش هم عدم اعتبار اعتبار انسانی بزنه اینام این مسائل رفت میشه به همین منظور این کشور نزدیک به 46 درصد از تولیدات ملی خودش را به کشور دیگر صادر میکنند البته رقابت های جهانی دستمزد بالا هزینه های دولت مشکلاتی رو برای این کشور به وجود آورده است هم میبینید مصرف داخلی و هم مصرف بیرونی رو افزایش میدن دو مصرف رو تا رفاه رو و تولید خودشون حفظ کنه با وجود اینکه تولید ملی سوئیس نسبت به جمعیتش از کشورهای پیشرفته دیگر بالاتر است اما به دلیل هزینه و مالیات های بالا مردم چنین توانایی خریدی را دارند این مسئله به دلیل آن است که هزینه تولید در سوئیس 35 درصد از متوسط کشورهای پیشرفته بالاتر است رغم این که مصرف میکنن تولید رو هم میان چیکار میکنن صادر میکنن ببینید چه مسئله ای رو پیش گرفتن به طبع بونگاه به طبع آن بونگاه ها برای اینکه فعالیت اقتصادیشان توجی باشد ناچار هستند که قیمت های نوی مسئولات را افزایش و شاید به نظر بیاید که این کار بازار را از دست میدن در رقابت جهانی شکست اما داستان برعکس است به دلیل سطح بالای کالاهای تولیدیشان همچنان توانسته بازار خود را در جهان حفظ کند چون صادراتش بسیار زیاد میشه به دلیل کیفیت بالاشون بانک مرکزی در سوئیس اولویت خود را اعمال سیاست های پولی در راستای حفظ ارزش پول و معار نقدینگی قرار داده است به جز اینها دولت یک چهارم بودجه کل خود را نزدیک به 11 میلیارد فرانک می شود به سیاست های رفاهی یعنی یک چهارم بودجه فقط سیاست رفاهی شما اینجا 10 تا اگر بودجه وجود داره 9 تا رو نهادهای نظامی می یک درصد رو میارن از یک درصد بودجه رو اون مثلا مبلغی که مجلس می اون رو برای مردم تشریح می اونم مبلغ ماهانه 400 هزار تومان به مردم میدن بقیه میبرن تو مباحث عمرانی تو همون بودجه هم نهادها و قسمت دیگه میان دست میزنن اصلا سیاست رفاهی نداریم کشوری که از لحاظ نفت و گاز اوله ببینید چه جایگاهی رو علی رغم که بعضی جای اقتصاد خوبه و فقر بیش از اندازه به مردم تامین کرد از این 11 میلیارد دو سوم برای بیمه بازنشستگی خرج میشد و حدود 40 میلیون فرانک نیز از بیمه کارو کارافتادگی سیستم بانکداری سوئیس و شورت جهانیش وقتی <applause> درباره سوئیس صحبت میکنیم بیشک باید از بانک ها و سیستم بانکداری آن سخن بیمیم این کشور نزدیک به 400 بانک فعال دارد که داره پیشرفته در این سیستم بانکداری جهان است بانک ها مالیش طرحی رو دارن طرح نظارتی رو دارن نظارتی بازار مالی به نام فینما که دارای نوز وست بر بانک و مؤسسات مالی فعالیت هاشون نظارت میکنه هدف این تصویب این قانون فینما حفاظت از سهام عمومی بانکی یا اعتبار دهندگان بانکی حفاظت از زمانت ها نامه های نقدی حمایت در ارتقاء سوئیس به عنوان مرکز فعالیت های مالی حفاظت از اقتصاد در مقابل صادرات بیش از حد سرمایه حفاظت از بانک ها در قبال خروج بیش از پول دو بانک مهم این کشور یو بی اس و کردیت سوئیس هستند که بیش از 50 درصد سپرده های کشور رو در خود جا میده پس میبینید فیلمنا فیلم رو به وجود میارن کجا بانک میدن کجا سرمایه رو میبرن چگونه سرمایه گذاری میکنن اصلا پول رو میسوزونن داره یا رو میکنن این یکی دیگه از ویژگی‌های سوئیس علت موفقیت سوئیس هم در بانکداری ش اقتصاد سوئیس هم در آمار بخوایم نگاه کنیم ارزش ب... افزوده بالایی که برای بخش‌های مختلف اقتصاد داره می‌بینید تو بحث میکروتکنیک تکنیک الکترونیک متالورژی بیوتکنولوژی صنایع شیمیایی دارویی و ساعت و البته بخش خدمات بیش میزان اشتغال رو داره قطبای اقتصادی این کشور بدون نفته یعنی با صنایع دارویی و ساعت حتی نفت هم نداره با یه ساعت کل دنیا رو گرفت مهندسی و متالورژی 350 هزار نفر مشغول به کارن 80 درصد تولیدات این بخش درصد در این بخشه صنایع ده هزار نفر 25 درصد کل صادرات رو میگیرن اقتصاد سوئیس بیش از 98 درصد کارمندانی هستن کم که بیشتر کسب کارهای کوچیک رو مدیریت میکنن نرخ تورم 17 درصدی داره سیاست بانکاشون رو نگاه کنید بس کردن اف حالا ما از جهانی مجبور شدیم بذاریم اینجا زیان و ای که به بانک ها میزنن پس انتها اینو بگیم درباره اقتصاد سوئیس و بخشی ها میتوان پادکست های زیادی نوشت تلاش به بخش برجسته ای رو به شما اشاره کردیم بررسی اقتصادی کشور به ما نشان میدهد داشتن طلا و الماس و نفت و منابع طبیعی لزوما کشور را ثروتمند نمی کنند مثل اقتصاد نروژ گای صادرات سالم و گای فروش ساعت و گای جالب اعتماد جلب اعتماد جهانی یک کشور را سرمایه گذار می حالا این مفاهیم مفاهیم اولی است در کنار اینا می توان بفهمید اهمیت سرمایه اجتماعی سرمایه نمایدین و سرمایه انسانی به صورت یک بازار مشترک بیشتر از سرمایه فیزیکی است و پلای رسیدن به توسعه تشکیل میدهد چون تمام مردم خواهان رشد یک کشور هم. حالا شما قیاس کنید با کشور دیگر ارزی ندارم خدا نگهدار